مدل سازی در اقتصاد معمولا چند درصد جواب می دهد؟ آها، این سوال خوبی نیست آقای برخورداران. البته سوال خیلی خوبی برای کلاس، اما مدل سازی اصلا بنا نیست جواب بدهد. اتفاقا برخی از افراد مدل سازی اقتصادی رو با مدل سازی مهندسی یکی می گیرند. اتفاقا کسانی که در اقتصاد ایران شما ببینید مشکلات جدی ایجاد کردن، کسانی بودند که از مهندسی رفته بودند و سعی می کردند مدل های هرچه پیچیده تری ارائه بدهند. در اقتصاد ما میگیم مدل سازی که ما انجام میدیم پارسیمونیس هست. پارسیمونیس یعنی خسیسانه، با خست. یعنی مدل سعی میکنیم تا حد مطلوب در جهت پاسخ به یک سوال تا حد ممکن ساده باشد. قبلی فرمایید. بنابراین ما در اقتصاد دنبال این نیستیم که به طور دقیق مثلا تعیین کنیم نرخ تورم چقدر هست. بگیم که مثلا فلانی نرخ تورم مثلا تعیین کرد با 0.2% خطا، اون یکی با 3% خطا. مثلا اونی که ادعا میکنه من با 0.2% خطا میتونم تورم رو پیش بینی کنم، اگر شما دقت بفرمایید و بعداً بررسی کنید ببینید که اتفاقا خیلی هم متاسفانه با مشکل، یعنی خیلی منفی بوده کاری که انجام داده و شانس آورده یک سال نرخ تورم افزایش پیدا کرد. من خاطرم هست در یکی از وزارتخونه های اقتصادی یک آقای اومد به من گفت، چون بنده رو میشناختن دیگه، میدونستن که با من میتونن راحت صحبت کنن دیگه سر ما که میتونن پیش قاضی و ملق بازی خلاصه نمیشه. اومد به من گفت ما پیش بینی کردیم که نرخ تورم مثلا اینقدر بشه، نرخ رشد اقتصادی اینقدر بشه، هیچ دلیلی هم نداشتیم، همینجوری یه چیزی نوشتیم دادیم و بعدن دیدیم که بالا ما دقیق ترینه، نزدیک ترینه به اون چیزی که اتفاق افتاده. بعد میگفت ما اینو بزرگ کردیم، اومدیم جدول کشیدیم، گفتیم مثلا سازمان فلان اینطوری پیش بینی کرده بود، بانک فلان اینطوری پیش بینی کرده بود، ما اینطوری پیش بینی کردیم، از همه جلوتر بودیم. ولی خودش به من میگه ما حالا یه چیزی که برداشتی داشتیم، یه چیزی نوشتیم و خب درست در مسئله کردن باش تبلیغ کنیم برای خودمون. واقعیت اینه، یعنی اگه کسی هم خیلی دقیق میاد متغیر اقتصادی پیش بینی میکنه، باور نکنید. یک مقداری انشالله زیرکی پیدا کنیم در این کلاس.